جمال امامی، نماینده مجلس، سناتور، وزیر، سفیر، مردی که بیشتر عمرش را در مبارزه سیاسی گذراند. بزرگترین مخالفانش گروه‌های چپ، روشنفکران، اعضای جبهه ملی و طرفداران نهضت ملی شدن نفت. یادآوری: جمال امامی خویی یکی از عجوبه‌های سیاسی تاریخ معاصر ایران بود. او طی 20 سالی که در متن سیاست کشور فعالیت می‌کرد، بی توجه به ناسزا شنیدن‌ها، بدنام شدن‌ها و حتی بدون ترس از تهدید و ترور، حرف خودش را می‌زد و کار خودش را می‌کرد. کارش همگامی با سیاست انگلستان در ایران بود و حرفش آن بود که این پیام را به مردم ایران برساند که اگر انگلستان، امپراتوری انگلستان آن زمان که قبل از بست نفوذ آمریکا در ایران همراه با اتحاد جماهیر شوروی یکی از دو سیاست مسلط در کشور بود، از صحنه سیاست ایران خارج شود، اتحاد جماهیر شوروی ایران را خواهد بلعید. با این طرز تفکر اساس سیاستش ضدیت با سیاست چپ و حزب توده، مخالفت با عقاید روشنفکری و مبارزه با جبهه ملی بود. اما جمال امامی این تفاوت را با بسیاری از راستگرایان زمان خود داشت که در نظر او وکیلها، وزیرها و نخست وزیران آن دوران که بیشترشان از دست راستی‌ها بودند فرقی با هم نداشتند. در مجلس همزمان با مبارزه با فراکسیون حزب توده ایران، با وکلای مرتجع و سوء استفاده چی هم که بیشترشان از دست راستی ها بودند مبارزه میکرد. به سپهبد رزمارا خاک بر سر میگفت. سپهبد زاهدی نخست وزیر کودتا را قورباغه تانک نشین مینامید. به دکتر منوچهر اقبال نخست وزیر پر افاده دون کیشوت لقب میداد. و اکنون من می‌خواهم درباره چنین شخصی بنویسم، مردی که جمع ازداد. زندگانی سیاسی جمال امامی. تا قبل از شهریور 1320 و اشغال کشور به وسیله شوروی و انگلیس، جمال امامی شغل مهمی نداشت. در سطح کشور کسی او را نمی‌شناخت. یکی از کارمندان عادی وزارت دارایی بود. بعد از شهریور به علت داخل شدن در دستبندی‌های سیاسی ترقی کرد. به ریاست اداره باربری کشور. این اداره به سبب شرایط جنگی حاکم بر کشور و اهمیت حمل و نقل به سبب رساندن آذوقه و وسایل لازم به متفقین به صورت اداره مهمی در آمده بود. ولی شهرت جمال امامی از سال 1322 که به عنوان نماینده دوره 14 از شهر خوی به مجلس شورای ملی راه یافت و به سبب مبارزه با نمایندگان حزب توده در آن مجلس ایران گیر شد و به زودی به عنوان یک رجل سیاسی دست راستی افراطی طرفدار سیاست انگلستان و مخالف سیاست چپ یعنی اتحاد جماهیر شوروی و کمونیسم معروفیت پیدا کرد. جمال امامی طی دو دهه 20 و 30، 1320 تا 1339 در تمام وقایع و حوادث و جنجال‌های سیاسی روز شرکت داشت. در وجود او اثری از ترس و همچنین نشانه‌ای از خصلت جنت مکانی که خلق و خوی بسیاری از رجال سیاسی روز بود دیده نمی‌شد. این گروه از رجال به علت ترس از ناسزا شنیدن یا متهم شدن به وابستگی به سیاست‌های خارجی و یا ترس از آن که حزب توده و یا اتحاد جماهیر شوروی بر کشور مسلط شود و آنها همه چیز را از دست بدهند، از جبهه‌گیری‌های حاد سیاسی خودداری می‌کردند. اما جمال امامی خود را در هر ماجرایی هر چه که بود داخل می‌کرد و به اظهار نظر صریح می‌پرداخت. توده مردم ایران، روشنفکران، آزادی‌خواهان و صد البته توده‌ای‌ها که بیشترشان جزء گروه روشنفکران بودند، جمال امامی را عامل سرسپرده انگلستان می‌دانستند و او
تا آخر عمر هرگز سعی نکرد تمایل خود را نسبت به انگلستان و سیاست آن دولت در ایران کتمان کند. او در میان دو سیاست خارجی مؤثر در ایران در آن سالها نزدیکی به سیاست انگلستان را به صلاح کشور می‌داند. در آن سالها هنوز آمریکایی‌ها در ایران نفوذ نداشتند. به این سبب وقتی دکتر محمد مصدق رهبری ملی کردن صنعت نفت و ریشه‌کن کردن نفوذ انگلستان در ایران را به عهده گرفت، جمال امامی به مخالفت با او برخاست و شدیدترین مبارزه سیاسی عمر خود را با دکتر مصدق و جبهه ملی آغاز کرد. جمال امامی به افکار عمومی اعتنایی نداشت. هر چه می‌خواست و یا به آن معتقد بود انجام می‌داد. در این باره نقل خاطره‌ای که از محسن موحد دوست روزنامه‌نگارم شنیدم ما را تا اندازه‌ای از نظر مردم درباره جمال امامی و واکنش او در این باره روشن می‌کند. در سال‌های جوش و خروش مردم ایران درباره ملی کردن صنعت نفت در سینما پارس تهران واقع در خیابان استانبول یک فیلم سینمایی به نام مبارزین آفریقای جنوبی نمایش می‌داد. حوادث این فیلم مربوط به جنگ بوئرها در منطقه اورانج واقع در آفریقای جنوبی در اوایل قرن بیستم بود. بوئرها هلندی بودند. در آفریقای جنوبی منطقه‌ای را در تصرف داشتند ولی دولت انگلستان به سبب معادن سرشار آن ناحیه و ثروت زیاد آفریقای جنوبی در صدد تصرف همه آفریقای جنوبی از جمله آن منطقه برآمده بود. جنگ انگلیسی ها و بوئرها چندین سال طول کشید. انگلیسی ها با خشونت با بوئرها مقابله می کردن. جالب آن که وینستون چرچیل نخست وزیر دوران جنگ جهانی دوم در انگلستان در آن زمان افسر جوانی بود که در صف انگلیسی ها با بوئرها می جنگید. او در اواخر دولت دکتر مصدق نیز به عنوان رهبر حزب محافظه‌کار مجدداً به نخست وزیری انگلستان رسید. هر شب که سینما پارس این فیلم را نمایش می‌داد، قبل از شروع نمایش نوشته‌ای به این مضمون در روی پرده ظاهر می‌شد. از تماشاچیان محترم تقاضا داریم در جریان نمایش فیلم از هر گونه تظاهرات خودداری نمایید. علت این تقاضا آن بود که در این جنگ عده‌ای از بوئرها که طرفدار سیاست انگلستان بودند، شبانه به خانه سفیر انگلیس می‌رفتند و گزارش وضع جنگی و سیاسی هموطنان خود را به آنها می دادن. به محض آنکه این افراد روی پرده ظاهر می شدند، تماشاچیان فریاد می کشیدند: جمال امامی، جمال امامی. خبر این تظاهرات که به جمال امامی می رسید می خندید و در سیاست خود در مخالفت با نهضت ملی شدن صنعت نفت تغییری نمی داد. پدر جمال امامی آیت الله میرزا یحیی امام جمعه خویی نام داشت. در انقلاب مشروطیت از آزادی خواهان طرفداری کرد. پس از پیروزی مشروط خواهان از سوی علمای آذربایجان به عنوان یکی از علمای تراز اول کشور در دوره اول مجلس شورای ملی شرکت کرد تا از تصویب قوانین خلاف شرع خودداری کند. امام جمعه خویی از دو همسرش 9 پسر داشت. از میان پسرانش نورالدین امامی 2 دوره به وکالت مجلس انتخاب شد. نظام الدین امامی کمیسر شرکت نفت. دختران او یکی همسر حسن علی منصور نخست وزیر پیشین و دیگری همسر امیر عباس هویدا شد که بعدها از او طلاق گرفت. قوام السلطنه که در 24 بهمن ماه 1324 به نخست وزیری انتخاب شده بود تا مسئله آذربایجان را حل کند، نخستین برنامه خود را رفع سوء تفاهم از شوروی ها قرار داد. در این راستا چند تن از رجالی را که به نزدیکی به سیاست انگلستان مشهور بودند، مانند سید ضیاءالدین طباطبایی و سلشگر عرفه، بازداشت کرد. در 3 اردیبهشت ماه 1325 نوبت جمال امامی بود که راهی زندان شود. او تا 21 آذر 1325 و خاتمه ماجرای آذربایجان در زندان به سر برد.
جمال امامی که با سیاست خارجی قوام السلطنه در نزدیکی با شوروی و دخالت او در انتخابات مخالف بود، در 22 دیماه 1325 به عنوان مخالفت با انتخابات حزبی قوام السلطنه در دوره 15 در دربار متحسن شد. در این تحسن عده‌ای از شخصیت‌های سیاسی با تمایلات مختلف شرکت داشتند که از میان آنها می‌توان از دکتر محمد مصدق، سید محمد صادق طباطبایی، دکتر احمد متین دفتری، دکتر سید حسن امامی، امام جمعه تهران، مهندس فریور، سید مهدی فرخ و دیگران یاد کرد. جمال امامی در کابینه محمد ساعد 3 خرداد 1327 و در دولت عبدالحسین حجیر 25 آبان 1327 به عنوان وزیر مشاور والد دولت شد، ولی خلق و خوی او با کارهای دولتی سازگاری نداشت. بعدها روزی در مجلس ضمن سخنانی در انتقاد از وزیران گفت: در کشور ما وقتی کسی را می‌خواهند وزیر کنند اول عقلش را می‌گیرند. در این موقع یکی از نمایندگان گفت: خود شما هم 2 وزیر شدید. جمال امامی جواب داد: برای همین هم هست که این حرف را می‌زنم. در انتخابات دوره 16 که عبدالحسین حجیر به عنوان وزیر دربار در کار انتخابات دخالت داشت، باز جمال امامی در کنار دکتر محمد مصدق و یاران او در جبهه ملی با دخالت دولت مخالفت کرد. در این انتخابات در تهران 6 اول از اعضای جبهه ملی انتخاب شدند. به این ترتیب: 1. دکتر محمد مصدق، 2. دکتر بقایی، 3. حسین مکی، 4. حائری زاده، 5. سید ابوالقاسم کاشانی، 6. عبدالقدیر آزاد. 7. جمال امامی. دوره 16 اوج فعالیت مجلس و مردم به منظور احقاق حق از شرکت نفت ایران انگلیس و ملی شدن صنعت نفت. جمال امامی و نخست وزیران آن زمان: سپهبد رزمارا، سپهبد زاهدی، دکتر اقبال. از ویژگی های رجال گذشته آن بود که وقتی شاه حرفی می زد یا تصمیمی می گرفت یا کسی را به نخست وزیری انتخاب می کرد، البته به غیر از دکتر مصدق و قوام السلطنه، همگی کارهای او را در بس تایید می کردند. حتی به منظور خودشیرینی از او هم جلوتر گام بر می داشتند. فقط عده‌ای از رجال باقی مانده از دوران مشروطیت به خود اجازه می دادند نظری برخلاف نظر شاه ابراز کنند، یا حتی جرأت آن را داشتند که گاهی به نصیحت شاه بپردازند. شاه بعد از وقایع 15 خرداد 1342 همه آنها را از صحنه سیاست دور کرد، اما از رجال دوران خودش فقط چند نفر جرأت می‌کردند در مقابل تصمیمات شاه ایستادگی کنند. یکی از این افراد جمال امامی بود. وقتی شاه در 5 تیر ماه 1329 علی‌رغم خواست مردم سپهبد حاجی علی رزمارا را به نخست وزیری انتخاب کرد، در مجلس دکتر محمد مصدق و نماینده های جبهه ملی با نخست وزیر جدید به سختی مخالفت کردند و او را دیکتاتور نامیدند. اما علی‌رغم مخالفت نماینده های جبهه ملی، 93 تن از نمایندگان مجلس که مطیع اراده شاه بودند به او رأی اعتماد دادند. در آن زمان تعداد نمایندگان مجلس 132 بود که همیشه تعدادی از آنها در سفر یا غایب بودند. زمانی هم که حسین مکی، یکی از نماینده‌های موفق و محبوب آن دوران، در مهر ماه 1329 وزیر دادگستری کابینه رزمارا را استیضاح کرد، این بار هم اکثریت قاطع نماینده‌های دوره 16 یعنی 97 تن از آنان به دولت رأی موافق دادند. با این وضع، وقتی در اواخر آبان ماه 1329 جمال امامی که به طرفداری از سلطنت معروف بود سپهبد رزمارا را استیضاح کرد، همه متعجب شدند. به ویژه
وقتی حرفهای تند او را علیه دولت شنیدند حیرت کردند و برای آن که نتیجه رأی‌گیری علیه رزمارا نشود تقاضا کردند موضوع مسکوت گذاشته شود. اما چند روز بعد از این استیضاح، یعنی در 24 آذر ماه 1329، وقتی یک نفر با لباس سرهنگی با عده‌ای در لباس گروهبانی به وسیله یک کامیون ارتشی به زندان قصر رفت و به عنوان بردن زندانیان توده‌ای به دادگاه عده‌ای از سران حزب توده ایران را از زندان فرار داد، جمال امامی در مجلس به شدت به سپهبد رزمارا حمله کرد و صریحاً اظهار داشت این کار به وسیله شخص رئیس دولت انجام گرفته و اظهار عقیده کرد که چون این دولتی را نباید سر کار نگه داشت. بعد از این ماجرا هم روزی که عده‌ای از اوباش به دفتر و چاپخانه باختر امروز دکتر حسین فاطمی حمله کردند، جمال امامی در مجلس گفت اینها، یعنی سپهبد رزمارا و اعضای دولتش، مثل آن است که مغز خر خوردند. آخر آقای رزمارا، تو که شهربانی داری، جاندارمری داری، نظام داری، چرا چاوکش می‌فرستی؟ او بارها دولت رزمارا را دولتی ضعیف، بیچاره و خاک بر سر نامید. جمال امامی در سقوط دولت ملی دکتر مصدق نقش مهمی داشت. در تمام مدتی که سلشگر زاهدی خود را به عنوان مخالف شماره یک دکتر مصدق معرفی کرده بود و رهبری مخالفان دولت را بر عهده داشت، جمال امامی از او طرفداری می‌کرد. او در این راستا از سخت‌ترین حمله‌ها و گفتن بدترین اهانت‌ها نسبت به دکتر مصدق و هیئت دولت او و وکلای جبهه ملی خودداری نمی‌کرد. اما وقتی بعد از 28 مرداد 1332 زاهدی به نخست وزیری رسید، حسابش را از او هم جدا کرد. پس از نخست وزیری سپهبد زاهدی همه پیشبینی می کردند جمال امامی به عنوان یکی از وزیران ارشد در کابینه او شرکت خواهد کرد. اما او پیشنهاد پست وزارت را در دولت زاهدی نپذیرفت. جمال امامی زنبارگی سپهبد زاهدی و رواج فساد در دوران حکومت او را نمی پسندید. درباره قسمت اول، در جواب کسانی که می گفتند این یک امر خصوصی است، می گفت وقتی یک امر خصوصی در کار اداره مملکت تأثیر بگذارد، به صورت امری عمومی و مملکتی در می آید. به جز اینها، جمال امامی که در مبارزات سیاسی از سپهبد زاهدی بی‌باک‌تر بود، گاهی هم از تحقیر او خودداری نمی کرد. محمود طلویی در کتاب بازیگران عصر پهلوی در این باره نکته جالبی نوشته. در یک مجلس میهمانی، جمال امامی سپهبد زاهدی را از فاصله دور صدا کرد. سپهبد زاهدی اعتنا نکرد. جمال امامی که از رفتار او عصبانی شده بود، به طرف او رفت و با صدای بلند و با لهجه آذربایجانی خاص خودش گفت: تیمسار جان، چه خبرت است؟ خیال می‌کنی شق القمر کرده ای؟ آن روز اگر به جای تو یک گربه را هم روی تانک می‌گذاشتند، کودتا می‌کرد. بعد از افتتاح دوره 18 مجلس شورای ملی و بقیه دوره دوم مجلس سنا، شاه بدون خواستن نظر دو مجلس، سپهبد زاهدی را مجدداً به نخست وزیری انتخاب کرد. تنها کسی که در دو مجلس با این تصمیم مخالفت کرد، جمال امامی بود. او گفت: برای آنکه بین مجلس و مقام سلطنت استکاک حاصل نشود، بهتر است طبق سنتی که تا حال رواج داشته، اول مجلس به نخست وزیر ابراز تمایل کند، بعد اعلی حضرت فرمان صادر کند. برخورد جمال امامی با دکتر اقبال از برخورد او با رزمارا و زاهدی بهتر نبود. یک بار که جمال امامی در سنا از وضع بد مردم و فقر و گرسنگی آنها صحبت می‌کرد، گفت: مردم از گرسنگی می‌میرند. دکتر اقبال در وسط سخنان او گفت: خیر، این حرف صحیح نیست. جمال امامی در پاسخ گفت: فیلمش را وزارت جنگ خودتان نمایش داد که مردم ما هسته خرما می‌خورند. بحث میان دکتر اقبال و جمال امامی بالا گرفت. جمال امامی گفت:
ما که با هم اختلاف شخصی نداریم. من حرفم را میزنم، شما هم اگر حرفی دارید بیایید پشت تریبون بگویید. دکتر اقبال خیلی تند جواب داد: بله میایم و خدمت شما هم میرسم. جمال امامی گفت: خیلی عجیب است که در کشور ما دونکیشوت بازی متداول شده. دکتر اقبال که در زمان نخست وزیری خود به شدت مغرور شده بود جواب داد: دولت دونکیشوت نیست. جمال امامی در پاسخ گفت: اگر رو در بایستی نمی کردم می گفتم رئیس دولت خودش دونکیشوت است. ویژگی های جمال امامی. جمال امامی دارای ویژگی های خاص خودش بود. برای داشتن شناخت بیشتری از او نمونه هایی را در اینجا می آورم. او دارای قد بلند، استخوانبندی درشت و جسمی نیرومند بود. شیک می پوشید، اغلب لباسش خاکستری رنگ و طبق مد زمان براق و چسبان بود. کلاه ملون خاکستری رنگی به سر می‌گذاشت، اعصاب دست می‌گرفت و همیشه حتی هنگام سخن گفتن یک سیگار برگ در گوشه لبش دیده می‌شد. او ناطق زبردستی بود. در فضای مجلس شورای ملی آن سالها هنگام نطق نماینده‌ها همواره صدای زمزمه و پچ پچ بلند بود، اما وقتی جمال امامی پشت تریبون می‌رفت همه سکوت می‌کردند. گویا می دانستند او ضمن هر سخنرانی جنجال تازهی خواهد آفرید و همیشه چنین بود. اغلب که برای نطقهای تند و تیز قبل از دستور خود وقت کم می آورد، نماینده ها وقت خودشان را به او می دادند. جمال امامی لهجه آذربایجانی خود را حفظ کرده بود. او در سخن گفتن به لهجه مادری خود اصرار داشت. او حتی فرانسه را هم با لهجه آذری صحبت می کرد. پدرش امام جمعه خویی او را چند سال برای تحصیل به بلژیک فرستاد. در آنجا با یک دختر بلژیکی ازدواج کرد و از او صاحب یک دختر شد، اما از همسرش جدا شد. او در دوران فعالیت سیاسی در ایران گروه انبوهی مخالف، تعدادی طرفدار و حدود 100 نفر فدایی داشت. هر زمان که میشنید اوباش یا عوامل دولتی، چه در زمان قوام السلطنه و چه در دولت رزمارا در سالهای دموکراسی وطنی، قصد حمله به دفاتر احزاب یا روزنامه ها را دارند، دار و دسته خود را برای دفاع از آنها هر که بودند می فرستند. محمد علی صفری که سالها با روزنامه باختر امروز حسین فاطمی همکاری داشت و به سبب آنکه خبرنگار پارلمانی آن روزنامه بود، او بعدها به سردبیری روزنامه اطلاعات رسید، با جمال امامی زیاد سر و کار داشت. در کتاب قلم و سیاست دو خاطره جالب از او نقل می‌کند. در زمان نخست وزیری سپهبد رزمارا و به تحریک او، عده‌ای اوباش به دفتر روزنامه باختر امروز و چاپخانه‌ای که آن روزنامه را چاپ می‌کرد هجوم بردند و همه چیز را به هم ریختند تا مانع چاپ روزنامه شوند. روز بعد جمال امامی در مجلس گفت: من با روزنامه باختر امروز مخالفم، با دکتر فاطمی هم مخالفم. او بارها به من توهین کرده، مرا جاسوس خطاب کرده، ولی اگر دولت چاوکش بفرستد به روزنامه باختر امروز من از او دفاع میکنم. محمد علی صفری درباره ماجرای دیگری که خود شاهد آن بود چنین مینویسد: بعد از 28 مرداد بود. دکتر حسین فاطمی مدیر روزنامه باختر امروز و وزیر خارجه مصدق خود را پنهان کرده بود. ماموران همه جا در صدد یافتن و دستگیر کردن او بودند. یک روز که در خانه جمال امامی عده‌ای جمع بودند، یکی از آنها رو به جمال امامی کرد، گفت: آقا اگر حسین فاطمی اینجا بود چه می کردید؟ با توجه به شدیدترین حمله هایی که دکتر حسین فاطمی در روزنامه باختر امروز به جمال امامی کرده بود و او را عامل شرکت نفت انگلیس و جاسوس انگلیسی ها نامیده بود، یکی از حاضران گفت: حتما دستور می‌دادند آن جاسوس را همینجا قطع قطع کنیم. با شنیدن این سخن جمال امامی فریاد کشید: احمق، خفه شو. اگر حسین فاطمی بتواند خودش را اینجا برساند، تیمور بختیار فرماندار نظامی تهران، که سهل است، اگر اعلی حضرت هم برای دستگیری او بیاید، جلوی در خانه می‌ایستم، میگویم اول از روی جنازه من عبور کنید، بعد کسی را که در خانه من است دستگیر کنید. این را میگویند غیرت آذربایجانی.
او به نظامی‌هایی که قلدری می‌کردند یا می‌خواستند جای مردان سیاسی را بگیرند اهمیت نمی‌داد، به غیر از سپهبد رزمارا و سپهبد زاهدی. به سپهبد بختیار، دومین فرماندار نظامی تهران بعد از 28 مرداد و نخستین رئیس ساواک ایران که در زمان خود مقتدرترین فرد در کشور بود و رجال سیاسی وقت برای تبلیغ‌گویی به او از هم پیشی می‌گرفتند، تیمور خطاب می‌کرد. ترتیب تیمور، سلشگر تیمور، سپهبد تیمور. در دوره 14 که نماینده خوی در مجلس شورای ملی بود، روزی دانشجویان در میدان بهارستان و در مقابل مجلس دست به تظاهرات زدند. سربازان به سوی آنها تیراندازی کردند. جمال امامی به محض آنکه از جریان آگاه شد، از مجلس بیرون آمد و تا چشمش به سرتیپ اسدالله گلشاهیان افتاد، جلو رفت، بی مقدمه سیلی محکمی به گوشش. باید توجه داشت که سرتیپ گلشاهیان فرمانده گارد مجلس، مردی بلند قامت و قوی بنیه بود و هیکلی درشت‌تر از جمال امامی داشت، به اضافه یال و کوپال تیمساری. جمال امامی از نوجوانی عزیز خانواده بود. گذشته از پدرش آیت الله امامی خویی، برادر بزرگترش نورالدین امامی هم عاشق او بود. نورالدین امامی که نماینده مجلس بود و زمانی هم نایب رئیس مجلس شد، برخلاف جمال که تلخ و تند بود، از قیافه عبوسش در عکس ها می شود تشخیص داد. مردی شوخ طبع و بذله‌گو بود. شنیدم و در مواردی خود شاهد بودم وقتی جمال امامی در مجلس نطق می کرد، قربان صدقهش می رفت. باریک الله داداش، قربانت برم داداش. و به این ترتیب سخنان او را تایید. اما درباره علاقه پدرش نسبت به او داستانی را که از احمد نفیسی شهردار پیشین تهران شنیدم در اینجا می آورم. او این ماجرا را از قول یکی از دوستانش که روزگاری در خیابان ناصر خسرو همسایه امام جمعه خویی پدر جمال امامی بود تعریف می کرد. یک روز در ایام جوانی جمال، وقتی امام جمعه وارد خانه شد، دید جمال در اتاق را به رویش بسته، در حالی که تار می زند با حالتی غم‌انگیز یکی از آهنگ‌های معروف آن زمان را می‌خواند. دل هوس سبزه و صحرا ندارد، میل به گلگشت و تماشا ندارد. امام جمعه وارد اتاق پسرش شد و گفت: جمال جان، چرا ندارد؟ آخر قربانت گردم، چرا ندارد؟ گفتی تار میخواهم، برایت خریدم. معلم تار خواستی، برایت گرفتم. گفتی میخواهم برم فرنگ، تو را فرستادم. گفتی زن بلژیکی میخواهم، برایت گرفتم. حالا باز میگی دل هوس سبزه و صحرا ندارد. آخر چرا ندارد جانم؟ چرا ندارد عزیز؟ شاید اگر ماجرای شهریور ماه 1120 پیش نمی آمد و این جوان که در آن زمان کارمند جزء وزارت دارایی بود وارد متن سیاست نمی شد، تا آخر فردی گوشه‌گیر باقی می ماند. کسی چه می داند؟ شاید. دکتر مصدق و جمال امامی. نمی توان درباره جمال امامی سخن گفت و درباره برخورد او با دکتر محمد مصدق رهبر نهضت ملی ایران خاموش ماند. اگر سخنرانی هایی که او در مجلس شورای ملی و در مجلس سنا علیه دکتر مصدق ایراد کرده جمع آوری شود، مصاحبه هایی را هم که درباره دکتر مصدق ما مطبوعات کرده به آن اضافه کنند، می توان از مجموع آنها یک فرهنگ قطور از فحش و ناسزا و توهین و اهانت فراهم کرد. دوران فعالیت سیاسی دکتر مصدق سالها قبل از کودتای 3 اسفند 1299 خورشیدی آغاز شد. او قبل از کودتا بارها وکیل، وزیر، والی یا استاندار شده بود و یکی از بزرگترین مبارزات سیاسی او مخالفت با نخست وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی نخست وزیر کودتا بود. در مجلس 14 نیز که بعد از شهریور 1320 تشکیل شد، یک بار دیگر حریف‌های اصلی مبارزات سیاسی سید ضیاءالدین طباطبایی و دکتر مصدق بودند. در آن زمان سید ضیاء پس از گذشت 22 سال از کودتا به ایران بازگشته، به عنوان نماینده از یزد انتخاب شده بود. مخالفت دکتر مصدق با اعتبارنامه او و نطق‌های آن دو علیه یکدیگر
گوشه های تاریکی از تاریخ معاصر ایران را آشکار کرد. در آن زمان جمال امامی جوان در حدی نبود که بتواند با دکتر مصدق در مجلس به مقابله بپردازد. حریفهای سیاسی او اعضای فراکسیون حزب توده ایران بودند که در مجلس یکدیگر را با عنوان عامل انگلیس و یا ماموران شوروی مورد حمله قرار می‌دادند. جمال امامی بعدها پس از دو بار وکالت و دو بار وزارت تازه موقعیتی پیدا کرد و در مجلس 16 به عنوان لیدر اکثریت و بعد در سنا به نام لیدر اقلیت با دکتر مصدق به مبارزه پرداخت. دوره 16 مجلس شورای ملی یکی از دوره‌های جنجالی و در عین حال تاریخی دوران مشروطیت ایران بود. دکتر مصدق و جبهه ملی علیه سپهبد رزمارا به شدت مبارزه می‌کردند. جمال امامی نیز با سپهبد رزمارا مخالفت می‌کرد. در همین دوره بود که نهضت ملی شدن صنعت نفت به اوج خود رسید. سپهبد رزمارا ترور شد. قانون ملی کردن نفت در شرایطی بحرانی به وسیله مجلس تصویب شد. اما مهمترین قسمت رابطه و برخورد بین دکتر محمد مصدق و جمال امامی در همین دوره 16 مجلس روی داد. مجلس عده‌ای را برای تشکیل کمیسیون خاص نفت انتخاب کرد. دکتر مصدق و جمال امامی هم به عضویت کمیسیون انتخاب شدند. زمانی که دنبال کسی می‌گشتند که ریاست کمیسیون را به عهده بگیرد، چند نفر از اعضای جبهه ملی دکتر مصدق را پیشنهاد کردند. او نپذیرفت. جمال امامی بیش از طرفداران دکتر مصدق پافشاری کرد و چون دکتر مصدق باز امتناع کرد، جمال امامی از جا بلند شد و خطاب به دکتر مصدق گفت: بالاجبار باید جناب عالی رئیس باشید. و اصرار بیش از حد او دکتر مصدق را قانع کرد که ریاست کمیسیون را بپذیرد. از آن مهمتر ماجرای پیشنهاد نخست وزیری دکتر مصدق از سوی جمال امامی بود. بعد از ترور رزمارا در تاریخ 16 اسفند 1329 مجلس در 18 اسفند همان سال به نخست وزیری حسین اعلی اظهار تمایل کرد و در 24 اسفند طرح ملی شدن صنعت نفت به اتفاق آراء نمایندگان به تصویب رسید. دکتر مصدق با نخست وزیری حسین اعلی موافق بود و او را به همه نامزدهای نخست وزیری آن زمان ترجیح می‌داد، چون می‌دانست با نخست وزیر شدن اعلی سیاستمدار معتدل و بودن خودش در مجلس به عنوان لیدر اکثریت بهتر می‌تواند قانون ملی شدن صنعت نفت را به ثمر برساند. اما روز 6 اردیبهشت 1330 حسین اعلی بدون هیچ مقدمه قبلی از نخست وزیری استعفا داد. دکتر مصدق با استعفای اعلی مخالف بود و آن را یک توطئه می‌داند. نگرانی او از جانب کسی بود که می‌خواست به جای او بیاید. در مجلس صحبت بر سر انتخاب یک نخست وزیر بود که ناگهان جمال امامی به دکتر مصدق گفت: چرا خودتان نخست وزیر را قبول نمی‌کنید تا قانون ملی شدن نفت را اجرا کنید؟ و دکتر مصدق برخلاف تصور همه، حتی جمال امامی، و با توجه به اینکه تا آن زمان چندین بار پیشنهاد نخست وزیری را رد کرده بود، با پیشنهاد جمال امامی موافقت کرد و در جلسه روز 9 اردیبهشت از 100 نفر عده حاضر 79 نفر به نخست وزیری او رأی دادند. او هم که همیشه برای نخست وزیر شدن شرایطی را پیش می‌کشید، این بار بدون قید و شرط این سمت را پذیرفت. در آن زمان و هنوز هم درباره علت پیشنهاد جمال امامی و سبب قبولی دکتر مصدق زیاد بحث شده و می شود. در اینجا آنچه را که از سوی افراد و گروه‌های مخالف در این باره گفته شده و نوشته شده می آورم. نتیجه گیری را به خوانندگان واگذار می کنم. گفته شد 2-3 روز قبل از پیشنهاد ناگهانی جمال امامی در مجلس، جمال امامی به ملاقات دکتر مصدق رفت و از سوی شاه برای او پیغام آورد که در صورتی که موافق باشد فرمان نخست وزیری را به نام او صادر کند. دکتر مصدق نپذیرفت. حتی اصرار جمال امامی از سوی شاه و از سوی خودش در تصمیم دکتر مصدق اثر نگذاشت. بنابراین وقتی جمال امامی پیشنهاد کرد دکتر مصدق نخست وزیر شود، اطمینان داشت که او قبول نخواهد.
بعدها فاش شد در روز هفتم اردیبهشت که بعد از استعفای علا مجلس در تب و تاب پیدا کردن یک نخست وزیر بود، سید ضیاءالدین طباطبایی در دربار و در حضور شاه بود. در صورتی که مجلس بر سر یک نخست وزیر قابل قبول به نتیجه نمی رسید، کسی در آن میان که قبلا انتخاب شده بود پیشنهاد نخست وزیری سید ضیاء را میداد و فل مجلس نماینده ها به او رأی میدادند. همان روز هم فرمان به او به نام او صادر شد. در آن زمان بحرانی که رجال سیاسی یکی پس از دیگری ترور می شدند و امپراتوری انگلستان ابرقدرت زمان شدیداً در مقابل قانون ملی شدن نفت جبهه گیری کرده بود، پست نخست وزیری داوطلب زیادی نداشت. از میان رجال سنتی سید ضیاء تنها کسی شمرده می شد که مرد این میدان بود. او در 30 سالگی و در زمان کودتا قدرت خود را نشان داده بود و اکنون مردی 60 ساله و با تجربه بود. از این موضوع در آن زمان همه کس اطلاع نداشت، ولی دکتر مصدق و جمال امامی آن را محتمل می دانستند. حتی حد می زدند فرمان نخست وزیری سید ضیاء آماده امضا. دکتر مصدق که می دانست اگر سید ضیاء به نخست وزیری برسد، بگیر و ببندهای زمان رئیس الوزرایی خود را پس از پیروزی کودتا تکرار خواهد کرد و قانون ملی شدن صنعت نفت به صورت دلخواه امپراتوری انگلیس به اجرا در خواهد آمد، به طور غیر منتظره‌ای نخست وزیری را قبول کرد و بعدها فاش شد که وقتی حائری‌زاده از جمال امامی علت آن پیشنهاد عجیب را پرسید، او در جواب گفت: اگر دکتر مصدق نخست وزیر نمی شد، سید ضیاء می آمد. آن وقت نه مجلس می ماند، نه نماینده های مجلس می ماندند، نه من می ماندم، نه تو می ماندی، نه مطبوعاتی می ماند و نه حزب و جبهه. علت دیگری که درباره پیشنهاد جمال امامی مطرح شد این بود: دکتر مصدق با آن که در زمان جوانی مدتی در کارهای اجرایی خدمت کرده بود، به طور کلی مردی پارلمانتر بود. بعد از شهریور 1120 او نقش رهبری اقلیت را در کابینه های مختلف به خوبی ایفا می کرد. در ضمن به سبب آنکه فوق‌العاده حساس بود، در مقابل کوچکترین ناملایمی ناراحت می شد و به گریه می افتاد و استعفا می داد. جمال امامی با توجه به خلق و خوی دکتر مصدق فکر می کرد اگر او نخست وزیر شود، به محض روبرو شدن با مخالفت های تند و شدید از سوی نماینده ها و اعتراض و حتی استیضاح از وی، استعفا داده نخست وزیری را ترک خواهد کرد. بنابراین مخالفان می توانستند ادعا کنند چون او موفق به اجرای قانون ملی کردن نفت نشده، از کار کنارگیری کرده است. اما آینده نشان داد پیشبینی جمال امامی و همه کسانی که در آن زمان چنین می اندیشیدند اشتباه. در مقابل تمام حمله ها، ناسزاها، تهدیدها، توهین ها، دکتر مصدق فقط یک بار در برابر جمال امامی واکنش نشان داد. آن هم بعد از ماجرای نهم اسفند ماه 1331 بود. آن بار دستور داد فرمانداری نظامی تهران او را به استناد ماده 5 بازداشت کند. جمال امامی و مسئله تغییر سلطنت. پس از روی کار آمدن جان اف کندی دموکرات در آمریکا و مخالفت آشکار او در آغاز ریاست جمهوری خود با حکومت شاه و جنجال دو انتخابات تابستانی و زمستانی در زمان نخست وزیری دکتر منوچهر اقبال و مهندس جعفر شریف امامی و انحلال هر دو مجلس و روی کار آمدن دکتر امینی با مقدمات شبه انقلابی، زمزمه‌هایی در میان رجال و محافل سیاسی شنیده می‌شد که دوران حکومت و حتی سلطنت محمد رضا شاه به سر آمدند. در همان حال شایعاتی هم به گوش می رسید که عده‌ای از رجال مشغول فعالیت هستند که اگر شاه رفتنی است، شاپور عبدالرضا را به سلطنت برسانند. عبدالرضا از جمله برادران شاه بود که درباره او خیلی کمتر از دیگر افراد درجه یک خاندان سلطنتی شایعه بر سر زبان ها بود. در همین ایام روزی یکی از دوستانم که در متن فعالیت‌های سیاسی بود از من خواست که دو نفری با هم نهار بخوریم. پذیرفتم. در آن سالها زمان صرف نهار فرصت مناسبی بود برای آنکه بتوان بدون مزاحمت افراد به صحبت‌های خصوصی و سیاسی پرداخت. آن روز هم بعد از مدتی گفتگو درباره موضوع‌های کهنه نشدنی کشورمان،
مانند خرابی اوضاع سیاسی، بدی وضع اقتصادی، فساد اداری در سطح بالا، گرانی سرسام‌آور و سردی یا گرمی هوا، دوستم وارد اصل موضوع شد. گفت: من از طرف یکی از رجال متنفذ پیغام برایت دارم. اگر موافق باشی تو را به ملاقات او میبرم تا با هم گفتگو کنید. اما اگر نظر موافق نداری، قول شرف بده آنچه در میان ما میگذرد پیش خودت بماند، چون افشای آن برای خودت هم خطر دارد. موضوع جالب شده بود. زمانی بود که در فاصله اواخر دولت دکتر اقبال و دوران چند ماهه دولت مهندس شریف مامی تا اوایل حکومت دکتر امینی، کشور ما یکی از دوره‌های کوتاه مدت دموکراسی را می‌گذراند. در آن مدت می‌شد حرف زد، ما هم حرف می‌زدیم و می‌شد نوشت، با هم می‌نوشتیم. گفتم: قول می‌دهم، اما اگر اعتماد نداری می‌توانی تا همینجا که هنوز چیزی نگفته‌ای مطلب را درج بگیری. نهار می‌خوریم و خداحافظ. اما مثل آن که دوستم قصد داشت تا آخر خط برود، من هم بدم نمی‌آمد به عنوان یک روزنامه‌نویس از وقایع پشت پرده آن روزها آگاه شدم. گفت: میدانی که دموکرات‌ها نسبت به شاه نظر خوبی ندارند. کندی تصمیم به تغییر شاه گرفته، اما جانشین او هنوز معلوم نیست. با توجه به اهمیت ایران از نظر سوق و جیشی، ذخایر نفت و همسایگی با شوروی، احتمالاً یک نظامی را خواهند آورد. نظامی‌ها هر قدر در آغاز کارشان خوب عمل کنند، سرانجام کشور را مبدل به یک دیکتاتوری خشن خواهند کرد. برای جلوگیری از چنین وضعی، یکی از رجال کار کشته و قوی قصد دارد زمینه را برای سلطنت شاپور عبدالرضا فراهم کند. او سالها در آمریکا تحصیل کرده و شهرت دارد که دموکرات منش است. اگر آمریکایی ها راضی شوند او جانشین شاه شود، بار دیگر کار دست رجال سیاسی خواهد. با آنکه از آن رجل سیاسی اسمی به میان نیاورد، از اشارات او دانستم منظورش جمال امامی است. او طرفدار سلطنت بود، اما با شاه زیاد میانه خوبی نداشت. شنیده بودم بارها گفته بود: آخر این جوان همه چیز را به باد می‌دهد. حال هم وقتی احساس کرد شاه رفتنی است، تصمیم گرفت برای حفظ سلطنت که به آن اعتقاد داشت از عبدالرضا حمایت کند. گفتم: مگر دوستت نمی‌داند عبدالرضا از مادری قاجار است؟ پانویس: مادر شاپور عبدالرضا ملکه عصمت دولت شاهی شاهزاده قاجار بود. ادامه متن: قانون اساسی صراحت دارد که شاه نباید از خانواده قاجار باشد. خنده‌ای کرد و گفت: تا حال چند بار اصول قانون اساسی را تغییر دادند، این بار هم یک بار دیگر. من از نظر سیاسی هرگز در خط جمال امامی نبودم. به دوستم گفتم: ببین رفیق، حتما در این چند سال کار روزنامه‌نگاری من فهمیده ای که در زمینه شغل و مقام هیچ گونه جاه طلبی ندارم. روزنامه نویس هستم، میخواهم روزنامه نویس باقی بمانم. بنابراین پیوستن من به گروه شما حتی در صورت موفقیت سودی برای من نخواهد داشت. به این سبب با اطمینان به این که پیشنهاد شما در سینه ام محفوظ خواهد ماند، به دوستتان بگویید من از همکاری عذر خواستم. دوستم دیگر اصرار نکرد. در اثر شکست برنامه هجوم کوبایی های مهاجر از میامی به جزیره کوبا که به منظور سرنگون کردن فیدل کاسترو صورت گرفته بود و برنامه آن را دموکرات ها تنظیم کرده بودند، کندی دانست اگر برنامه آنها در ایران هم شکست بخورد، برایش گران تمام خواهد شد. البته علل دیگری هم وجود داشت. به این سبب از برنامه قبلی که علیه شاه داشت منصرف شد و با قولهایی که در ملاقاتهایش درباره مبارزه با فساد و اصلاحات ارضی از شاه گرفت، به تقویت او پرداخت. حتی در این راه دوست خود دکتر امینی را هم فدا کرد. به این ترتیب موضوع سلطنت شاپور عبدالرضا منتفی شد. این ماجرا تا چه حد جدی بود و چقدر شانس موفقیت داشت نمی‌دانم. در جایی هم در این باره چیزی نخواندم. موضوع را هم تا این زمان با هیچ کس در میان نگذاشتم. فقط به عنوان خاطره ای از آن دوران که خود شاهد و ناظر بودم به ذکر آن پرداختم. جمال امامی سفیر.
جمال امامی به سبب برخورد خاص خود با نخست وزیران و بعضی از وزیران بعد از 28 مرداد و انتقاد از کارهایی که انجام می گرفت به تدریج به صورت فردی مزاحم برای حکومت در آمد. تا هنگامی که او با حزب توده ایران با سپهبد رزم‌آرا و با دکتر مصدق مبارزه می کرد چون به سود شاه بود از او رضایت داشت. اما وقتی با دکتر اقبال و بعدها با برنامه اصلاحات ارضی به مخالفت برخاست، کارهایش مورد پسند شاه واقع نشد. اما شاه به خاطر خدماتش به رژیم یا به سبب وابستگی‌های خارجی او مصلحت نمی‌دید او را به کلی از صحنه سیاست دور کند. به این سبب کسانی را مأمور کرد جمال امامی را راضی کنند با قبول یک پست سفارت ایران را ترک کند. جمال امامی در آغاز مایل نبود کرسی سنا را رها کند و شغل مهم ولی بدون اثر سفارت ایران در ایتالیا را که به او پیشنهاد شده بود بپذیرد. اما سرانجام به توصیه دوستانش حاضر به قبول آن شد و در تاریخ 29 دی ماه 1338 مجلس سنا را برای عزیمت به ایتالیا ترک کرد. به دنبال این انتصاب ماجرایی در محیط مطبوعات روی داد که شاید فقط روزنامه نویس‌های آن زمان آن را به خاطر داشته باشند. بهرام بوشهری پور یکی از روزنامه‌نگاران با سابقه که قلمی طنزآمیز ولی گزنده داشت، ضمن انتقاد از بعضی کارهای جمال امامی طی مقاله جالب و خواندنی مطالبی نوشت که تا آنجا که به خاطر دارم به این مضمون بود: آقای جمال امامی، به یاد داشته باشید که شغل سفارت با وکالت و با سناتوری فرق دارد. در حقوق بین المللی قواعد و قوانینی وجود دارد که جزء اصول دیپلماسی محسوب می شود و رعایت آنها برای همه دیپلمات ها لازم است. مثلا یادتان باشد وقتی نزد رئیس جمهور ایتالیا می روید در اتاق او حتما کلاه ملون را از سرتان بردارید و دکمه های شلوارتان را ببندید. وقتی با پاپ صحبت می کنید سیگار برگ را در گوشه لب نگذارید. در ملاقات های سیاسی با دانه های تسبیح در دستتان بازی نکنید. بهتر است آن را در جیب بگذارید. و مطالب دیگری نظیر اینها که در محیط مطبوعاتی آن زمان انعکاس وسیعی داشت. جمال امامی و اشرف پهلوی. در زمانی که جمال امامی سفیر ایران در ایتالیا بود، روزی اشرف پهلوی از تهران به او تلفن کرد که قصد دارد با چند نفر از نزدیکانش چند روزی به ایتالیا بیاید و از جمال امامی خواست چند سوئیت کامل در یک هتل آبرومند روم برای او رزرو کند. بعد از شهریور 1120 در مبارزه با حزب توده ایران و با قوام السلطنه، به ویژه در زمان حکومت دکتر مصدق، جمال امامی از نظر سیاسی با اشرف روابط نزدیک داشت. در ضمن مراجعه افراد خاندان سلطنتی به سفیران برای رزرو هتل از مسائل عادی بود. شاید بسیاری از سفیران افتخار می‌کردند که مادر یا برادر یا خواهر شاه از آنها چنین تقاضایی کند. اما جمال امامی آن روز مهلت نداد اشرف به سخنانش ادامه دهد. با لهجه آذری مخصوص به خودش گفت: من تا حالا فکر می‌کردم سفیر دولت شاهنشاهی ایران در ایتالیا هستم که روابط دو کشور را اصلاح کنم، اما حالا می‌فهمم اینجا آمدم کار صاحبان بنگاه‌های معاملات ملکی را انجام بدهم. این را گفت و گوشی را روی تلفن گذاشت. میگویند برکناری زودهنگام جمال امامی از پست سفارت ایران در ایتالیا به سبب جواب تند او به اشرف پهلوی بود. همان زمان شایع شد اشرف ضمن شرح ماجرا به برادرش از او خواست جمال امامی را که به او توهین کرده بود عزل کند. پایان کار جمال امامی. جمال امامی در طول دوران فعالیت‌های سیاسیش از سال 1320 تا 1340 یکی از پرشر و شورترین مردان سیاسی کشور بود. درباره پایان زندگانیش حرفهای متفاوتی شنیده بودم، ولی مستندترین آنها ماجرایی بود که نویسنده و مترجم گرامی دکتر عبدالرضا هوشنگ مهدوی
دوست و همدوره ایام تحصیلی هم در دانشگاه تهران و در خارج از کشور ضمن دید و بازدید نوروز در شب سوم فروردین ماه 1378 برای من و چند نفر دیگر تعریف کرد. در آن زمان دکتر مهدوی کنسول ایران در پاریس بود. روزی از یکی از بیمارستانها به سفارت تلفن کردند: بیماری داریم که نامش جمال امامی است. میگوید در ایران وکیل و وزیر و سناتور و سفیر بوده. در حال مرگ است. از ما خواست به سفارت تلفن کنیم و بخواهیم دخترش را که در فرانسه زندگی میکند پیدا کنیم و از او بخواهیم به دیدار پدرش برود. دکتر مهدوی گفت: دختر را پیدا کردیم. او که سالها با پدر قهر بود، تمایلی به دیدار پدر نشان نداد. در نتیجه مأموریت ناتمام ماند. هفته بعد یک چمدان کوچک، یک کلاه ملون خاکستری رنگ و یک عصا را که کل ماترک جمال امامی بود از بیمارستان به سفارت فرستادند. این چمدان و کلاه و عصا مدتی طولانی در انتظار کسی که حاضر بشود آنها را با خود به ایران ببرد در راهروی سفارت گرد و خاک می‌خورد. وقتی دکتر مهدوی حرفش را تمام کرد، یکی از حضار گفت: و چنین بود عاقبت کار یک رجل سیاسی مشهور که 20 سال تمام برخلاف احساسات و خواست توده مردم حرکت می